الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم خدمت همه بینندگان عزیز شنوندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خدا کند که در هر جایی که قرار دارین و در هر جایی که هستین آواز ما را میشنوین سعادت مند و کامیاب باشید باز هم در سلسله درس‌های آنچه که هر مسلمان باید بداند قرار داریم یکی دیگر از صفات الله تبارک و تعالی صفات اراده است یعنی آن چیزی را که الله بخواهد به میان می یا آن چیزی را که الله بخواهد چگونه صورت می گیرد این درس را امروز مورد بررسی قرار میدیم خدمت شما عزیزان بدون شک و شبهه یکی اراده هست یکی قدرت هست قدرت یعنی توانایی بر آن چیزی که الله تبارک و تعالی بخواهد قدرت دارد اراده یعنی آن چیزی که الله بخواهد انجام بدهد یعنی یک فرقی کوچکی بین این دو صفت هست الله تبارک و تعالی در کتاب مقدس خیش برای ما بیان می کند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون همانا بدون شک امر الله به این می ماند اذا اراد شیئا وقتی که بخواهد چیزی را بخواهد که یک چیز به وجود آید یک مخلوق دیگری بیافریند یا اگر در خلقت زمین و آسمان نگاه در خلقت انسان ها نگاه بکنید در خلقت اشیا نگاه بکنید در تصادفاتی که در حادثاتی که در روزگار هر روز شما شاهد اینها هستید یا در کائنات تغییری به وجود بیاید یا هر آن چیزی که الله بخواهد اذا اراد شیئا وقتی که اراده کند بخواهد یک چیزی به وجود بیاید ان یقول له کن فیکون میگوید برایش انجام باشو انجام میشود یعنی الله تبارک و بدون شک و شبه بلا نسبت است مخلوقاتش نیست ما وقتی بخواهیم یک چیز را ایجاد بکنیم ما وقتی بخوایم یک چیز را خلق بکنیم ما وقتی بخوایم یک چیز را ایجاد و وجود بیاوریم مجبور استیم اول نیت بکنیم فکر بکنیم اندیشه بکنیم بعد از ابزار از وسایل از امکانات باید کار بگیریم بعد مدتی زمان بسیار طولانی را در بر میگیرد تا وقتی که یک چیز را کاملا به صورتی نظر انسانی خودمان او را تکمیل بکنیم به طور مثال اگر شما نگاه بیندازید به یک کمپنی موترسازی یا تیار سازی یا ابزار و وسایل دیگر وقتی اینها میخوان چیزی رو بیافرینن مدت زمان بسیار طولانی رو در بر میگیرد اینها از ابزار از وسایل از همه این چیزها استفاده میکنن ولی الله وقتی بخواهد چیزی رو بیافریند الله وقتی بخواهد مخلوق رو بیافریند الله وقتی بخواهد حیوانات رو بیافریند الله وقتی بخواهد زمین و آسمان رو وقتی خواست آفرید وقتی بخواهد کدام امرش در زمین تطبیق بکند یا در دنیا ایجاد بکند یا چیزی را از بین ببرد یا چیزی را ایجاد بکند فقط اراده است اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وقتی که بخواهد یک چیزی را بیافریند فقط برایش میگوید انجام باشو انجام میشود بدون کدام در نظر داشت مدت زمانی یا طولانی یا مکانی یعنی این همه چیز در بر نمیگیرد قدرت الله فرق میکند اراده الله است و الله هر چی که الله بخواهد انجام می شود فعال لما ما یورید انجام دهنده است آن چیزی که بخواهد همه چیز در خواست و مشیت الله تبارک و تعالی قرار دارد هیچ چیزی بدون اراده ای الله نیست حتی یک برگ از درخت بدون اراده و خواست الله نمی افتد. هیچ قضیه در زندگیتان مطمئن باشید بدون خواست و اراده الله تحقق پیدا نمی کند وقتی الله اراده کرد و الله خواست و چیز به وجود می آید و یا اون چیز از بین می رود این بود یکی دیگر از برنامه که خدمت شما عزیزان تقدیم شد که صفت اراده است. الله چی بخواهد انجام می دهد بدون شک شد تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار می گیریم همه شما را به الله پاک و بینیاز می سپاریم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.